خب اونا قوانین بورسش بیشتره دیگه، قوانین بورسی که میخواد اولین بار وارد بورس بشه و صورت مالیش چند سال قبل سودآور باشه، یا یعنی اینکه اطلاعاتش به روز باشه، گزارش حساب سیاش رو سازمان بورس تایید کنه. درسته، اگه پرونده حقوقی تاثیرگذاری داره حتما باید اظهار بکنه. قوانین مالیاتیشون باید درست باشه. خیلی از قوانینی که بورس میذاره، حالا فرابورس دوباره کمتره، ولی بورس دوباره قوانینش بیشتره، باید ما بیشتر پیش بذاره. جلسه عرض اولیه داریم، مثلا NPD IPO توی بازار دیگه، درسته؟ پیش جلسه رو یعنی منظورتون چیه؟ معرفی قبل از اینکه بخواد بیاد به کارگزاری ها و بازار معرفی کنه در قالب آی پی او، اون جلسه آی پی او هست که یک شورای روز. بورس میذاره، بله بله آره یه جلسه هست که شورای بورس میذاره که قیمت تعیین میکنه، یه البته شرکت تامین سرمایه باید قیمت تعیین کنه، درسته. شورای و بورس اگر هم که جلسه میذاره. روی کانتر از فرض محال نیست، ولی فرض کنیم که میزانی از عرضه اولیه باقی بمونه، یعنی مشتری براش نباشه، چه اتفاقی میفته؟ بازارگردان باید، یه بازارگردان سهم انتخاب میکنه، اگر به باید به اون شرکت، بکنم شرکتی که اونو تضمین میکنه، باید خریداری بکنه اونو. درسته، بسیار عالی. نکته ای هست بخواین اضافه کنید؟ نه ببخشید، اگر توضیحات من ممنون. کم بود. نه بسیار خوب و جامع بود، ممنون از لطفی که کردین. خب همینطور که خانم جیبا توضیح دادن، در خصوص آی پی او این حجم قوانین و مقررات توی بازار سرمایه وجود داره، به اضافه اینکه اگر در انتها سهمی روی کانتر بمونه، اون شرکت سرمایه گذاری یا شرکتی که کار عرضه پذیرش انجام داده نسبت شرکت سرمایه گذاری مربوطه، اقدام به خرید هر آنچه که براش مشتری روی کانتر وجود نداشته باشه اقدام میکنه. اما توی بازار آی سی او یه خود داستان فرق میکنه، همین ادبیات حاکمه، ولی میاد میگه که یه هارد کپ دارم یه سافت کپ دارم دیگه. دوستان خاطرشون هست هارد کپ و سافت کپ تو آی سی او چی بود؟ خب هارد کپ داستان این بود که من آی سی او برگزار کننده آی سی او حد اکثر میزانی که اگر یعنی برای پروژه حد اکثر عددی که لازمه تامین مالی که انجام بدم این میزانه، حالا یا به دلار میگه یا به بی تی سی میگه یا معادل این دوتا میگه، و سافت کپ میگه اگر از این کمتر تونستم یعنی جذب منابع انجام شد عملا پروژه غیر قابل اجراه و باید توی وایت پیپرش یا تو سایتش یا تو فروم مربوطه راهکاری رو برای اینکه اگر نتونستم به این دو تا عدد رو باید بگه، و مخصوصا اون سافت کپه که کف داستانه، و اگر نتونستم به این عدد برسم تکلیف اون پولی که مردم گرفتم چیه، چون اگر به اون عدد نرسه و در نهایت پروژه رو نتونه انجام بده و پول بر نگردونه به صاحبان سرمایه گذاری، کسانی که صاحبان پول بودن اومدن توی این پروژه سرمایه گذاری کردن، عملا پروژه کلاهبرداریه. پس مرز بین شکست پروژه و کلاهبرداری اون مثل مو باریکه، فقط باید دقت کرد که هم از نظر من سرمایه گذار و هم از نظر سرمایه پذیر که چه نکات ویژه‌ای درش وجود داره و میتونه تبعات قانونی و قضایی در پی داشته باشه. حالا داستان به اینجا ختم نشد، یعنی زمانی که بازار کریپتوکارنسی اومد روی آی سی او به این نتیجه رسید، مثلا سازمان سک سکیوریتی اکسچنج کمیتی بود که گفتم سازمان اوراق بهادار امریکا، رسید به این نقطه که تو این حوزه کلاهبرداری خیلی انجام شد. یعنی سال 2017 که اگر دقت هم کرده باشین تا 2018 قیمت اتر رشد بسیار زیادی کرد و به واسطه اینکه پلتفرم اتریوم پلتفرم جذابی هست برای قراردادهای هوشمند و اکثرا بر اساس همین مدل میان آی سی او میکنن، یه چیز بالغ بر 83-84% آی سی او رو پلتفرم، یعنی قراردادهای هوشمند عملا رو پلتفرم اتریوم و آی سی او هم بر اساس همون ها انجام میشه،
دید که تعداد زیادی از اینا یا موفق نبودن، مثل همین کیسی که گفتم نرسیده به جایی، یا پروژه اجرا شروع شده به هر دلیل تیم فنی تیم اجراییش از هم پاشیده و در نتیجه پروژه با شکست مواجه شده، پولی هم که مردم گرفتن بازپس داده نشده. لذا با یه حجم قابل توجهی سرمایه گذاره با میزان کلاهبرداری مواجه شدن و خب این اعتماد به بازار به حداقل میرسون. لذا سازمان های ناظر، نه ناظر بر کریپتوکارنسی چون اصلا بلاک چین نظارتی نداره، بحث دیسنترالایز، اومدن دنبال این که برن ابزارهای جدید ایجاد بکنن. اومدن سراغ IEO Initial Exchange Offering، یعنی عرض اولیه صرافی ها. اینجا دیگه به جایی که شما به عنوان یه سرمایه گذار بیای بری درگیر این بشی که بخونی و زیر رو بکنی و ببینی چه خبره، چی کار باید کرد، چی کار نباید کرد، آیا این پروژه میصرفه سرمایه گذاری توش یا نمیصرفه، یک سری اکسچنج اومدن خودشون رو بین من سرمایه گذار و اون شرکت برگزار کننده آی سی او به عنوان سرمایه پذیر قرار دادن. یعنی این واسط دوباره اومد خودش رو پررنگ کرد و من سرمایه گذار به خاطر تایید اون واسط اومدم سرمایه گذاری کردم. صرافی های مختلفی مثل بایننس که از همه بهتر هست و یا خدمتون عرض شود که مثل کوین بیس، حتی رابین هود، اینا اومدن چیکار کردن؟ ورود کردن تو این حوزه و این آی سی او هایی که از نظرشون خیلی آی سی او جذابی بود رو معرفی کردن و از این محل یه حق کارگزاری به نام به قول معروف عین حق مشاوره یه همچین چیزی کسر میکنن که محل درآمدی هم براشون بوده. این پروژه با موفقیت بیشتری مواجه شد، همونطور که توی این اسلاید میبینید که مقایسه اینها رو من از اینترنت یه ایمیج اینطوری رو از روی اینترنت پیدا کردم، فکر میکردم و میکنم که این بهترین تصویر و خلاصه ترین مقایسه باشه، رو اینجا براتون قرار دادم که توی آی سی او همه میتونن توی دونه طرح شرکت کنن، اصلا کاری نداره، پلتفرم معنی پیدا نمیکنه. چرا؟ چون شما بخوایی روی پلتفرم باشی باید عملا چیکار بکنی؟ یه KYC هم برات انجام شده باشه، احراز هویت هم شده باشه. اما روی IEO احراز هویت رو شما قبلتر انجام دادی توی اینکه اصلا اومدی توی اون پلتفرم اون صرافیه عضو شدی. لذا یه مقدار تفاوت‌های عملیاتی این تیپی داره و خب یه جاهایی سرعت رو بیشتر کرده در تأمین مالی، یه جاهایی با خدمت هر شود که تأخیر مواجه میکنه پروژه رو و همونطور که میبینید مثلا تارگتش اومده توضیح داده و کانتریبیوشن و ادمینستریتور اینا رو اومده گفته، مثلا ادمینستریتور این پروژه ها رو آی ای او خود اکسچنج است اما توی آی سی او اصلا ادمینی نداره، خیلی فلاته، مثل سازمان هایی که توضیح دادم جدید دیگه DAO بود تو اون جلسات اول بود، اگر پریزنتیشن ها یه بار دیگه لازمه مرور بفرمایید، گفتم که دیگه چیزی به نام مدیر عامل معنی نداره، چیزی به نام مدیر مالی، مدیر نمیدونم قراردادها فلان و بهمان اینا معنی نداره، اینا شده جاش داده به یک سری فرایندها و قراردادهای هوشمند که روی پلتفرم بلاکچین قابل استفاده است. خب این یعنی تحول بزرگ، یه سری شغلا واقعا از بین خواهد رفت. خب این شد IEO. اینا رو از کجا میتونم، حالا سوال مهمتر اینه که من این IEO رو از کجا میتونم پیدا بکنم؟ از همون جایی که ICO رو میتونستیم ببینیم، وبسایت ICO بنچ هست که با هم یه بار دیدیم، امروز هم باز میکنم یه بار دیگه با هم نگاه کنیم. اینا یه قسمتی رو دارن اختصاص دادن به IEO و اینکه از همه مهمتر شما تو سایت فوروم ردیت و حتی اکانت های توییتر مربوط به این صرافی ها وقتی عضو باشین از آخرین اخبار و اطلاعاتشون مطلع میشین. میخوایم این کوین رو لیستش بکنیم، پس اگر قرار شد لیست بشه و صحبت های مذاکراتی انجام شد کمک میکنه که شما زودتر سرمایه گذاری کن، چون وقتی لیست میشه تو صرافی معتبر هر کوین توکنی یه دفعه قیمتش رشد میکنه.
و موضوع بعدی که حالا میخوام با هم ببینیم و بعد بریم سراغ سایت آی سی او ببینیم، بحث مقایسه آی سی او با اس تی او، سکیوریتی توکن اکسچنج. حالا یه جایی یه بحثی پیش اومد، گفت اینا همه یه ایده است، ایدهه حتی اگر صرافی هم اومد بررسی کرد میتونه توش محل اختلاف باشه. شما دیدین طرحهای توجیهی رو میتونید یه کارشناس بنویسه، طرح توجیهی مثلا خیلی خوب باشه، یکی بنویسه مثلا خوب باشه، متوسط باشه، یا حتی بنویسه اصلا توجیه نداره، بر اساس روی کرده آدم ها میتونه متفاوت باشه. قطعا یک نفر روی طرح توجیه کار نمیکنه، بلکه مجموعی از آدم ها هستن و حتی بعضا شرکت های بزرگ که مثلا شرکت یکی از شرکت های معروف توی حوزه های خدمات مدیریتی شرکت مکنزی هست. من پیشنهاد میکنم دوستانی که البته خب خیلی بلاکچینی نیست، ولی دوستانی که توی این حوزه مدیریتی کار میکنن، مکنزی یه بار به گوششون خورده، مشاور مدیریتی یکی از شرکت قدره، شاید تارگت یکی از کعبه آمال آرزوهای کسایی که تو حوزه مشاوره مدیریت کار میکنن، کار کردن با این تیپ شرکت ها هست. خب سکیوریتی توکن چه دلیل داشت ما اومدیم رفتیم سراغ این مشاوره مدیریت ها؟ این بود که یه جایی رسیدن که دیدن هرچی هم مثلا تیمای قوی بذارن پشت این برای تحلیل کسب و کار و شرایط کسب و کار، دیدیم با چه سرعتی هم داره تغییر میکنه. اگه همه پیش فرضام درست بشه، میتونیم مثلا پروژه با هر دلیلی که گفتم، با هر ریسکی که هست، به سلام.